سلام دوستان عزیز و بیننده‌های بنیاد گرامی، امیدوارم که در هر جایی از این کره خاکی که هستین، اروپا، انگلیس و آمریکا و کشور بزرگ پهناور مثل استرالیا، امیدوارم که جانشم جور باشه و در صحتمندی کامل هم قرار داشته باشین. عزیزان نازنین، یک شعر بسیار قشنگی بود که میخواستم در امی اول یا در ابتدای امی ویدیو برایشون بگیم که خیلی از ما با این شعر آشناییم و هر کسی به نحوه از خود یک استفاده ای از این شعر کده که ما میخواییم امی شعر دوباره دفعه تکرار کنم، باید که ما شاعر نیستم ولی میخواییم که را برای شما عزیزان هم یک هم رسانی کنم و بعد از این شعر با هم خلاصه صحبت هایی که با هم انجام میدیم. یک شعر خیلی قشنگی از روح الله احمدیه که میگه که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. خب عزیزان نازنین، پارسال در اوایل بهار بارش باعث شد که سیل قول آسا یک طوفان خیلی بدرخمی در بین منطقه جاهوری شکل بگیره و این سیل ویرانگر، این سیلی که باعث شد جان دو نفر و یک مادر و یک طفلی که امید و آینده یک خانواده از بین مردم مجری بود، جان دو نفر را بگیره که اگر اقداماتی در این صورت در این باره صورت نمی گرفت، امکان داشت که امسال بازم این سیل از ما مردم جاهوری قربانی خود خود بگیرم. متاسفیم برای بازماندگان ای عزیزانی که دو تا عزیز خود خود را از دست دادند. به همو خاطر گفتم شعر بخوانم. همی شعر واقعا ما ربط میدیم به شایسته، خانم شایسته بشارت که بارسال درد این مردم را دید و عماد حاضر شد در صحنه، گفت ما میخواییم امی کار ساخت سرگ مجری الی بازار خجور را که حدودی بین 10 الی 15 کیلومتر میشه، این را بگردن بگیرم و تمام مشکلات را بگردن بگیرم، با اینکه خودش کم کم داشت دو زمان مادر میشد فکر کنم. و عماد در صحنه حاضر شد و کار ساخت سرگ مجری الی خجور را بگردن گرفت. واقعا چنین خواهری در بین منطقه برای خیلی از ماها میتونه یک نمونه باشه که بتونیم از صداقت و اعتمادی که مردم به ما داره بتونیم در راستای خدمت به مردم خود خو او را به کار بگیریم. عزیزان نازنین، چند روز پیش یک ویدیو گذاشته بودم که آشار یک روز از اروپا الی استرالیا، از انگلیس تا آمریکا را خلاصه یک روز آشار شایسته بشارت شدیم. اما چطوری؟ ما یک روز رفتم سر کار، خلاصه یک کاری بود که یک نفر برای زنگ زد گفت امروز بیا مرا کمک کن و در ضمن یک چیزی هم در قبال کمک از او دریافت مونه. واقعا اون روز ما رفتم سر کار، چند تا درخت بود که باید با بیل مکانیک رو میکندم و او رو باید کشت میکندم درخت داره. برای امروز کار ما حدود مبلغ 100 یورو دقیق همون روز از صاحب امروز کار یا همون نفری که برایش کمک میکردم گرفتم، ولی در عوضش ما اون روز در قدی بلگ و علف بودم و تا زانو رو واقعا اینقدر پشه کنده بود، 11 جایی از پایز من واقعا اون روز پشه کنده بود. گفتم ارزش داره که بخوایم رو برای مردمی بین منطقه انجام بدیم. از آن نازنین، ویدیوی را که شما دیدین خانومی بشارت، نمانه تنیسته بودم که از او ویدیو دقیقا موضوعات و مشکلات رو برای شما در میان بلوم و خانومی بشارت حاضر شده بود که ماشین خود بیره سودا کنه و تا اینکه کار سرک مجری الی خجور به اتمام برسن که خدا را شکر چند روز پیش ویدیوی دیدم که کار او کتل که کار خیلی سخت بود و کارش تمام شد و فکر کنم یک سری کارهای جزئی مانده، ولی ما یه نباید فراموش کنیم که خانم بشارت مبلغ 6 لگ افغانی پیش از کاری تمام این سرک همو کتل بگیم که پشت سر خانی آتی آمین بود، خیلی میشناسن از مجری و بوسید و کارش خلاص شد خدا را شکر.
و به همون خاطر گفتم دوباره ما باشه که یک ویدیو جور کنم که امی عزیزانی که از من سه قول بوسید، از علم قدر، از چوب بوسید، از مجری هستن، بیشتر روی کمک برای کاری سرک فکر کنن، تمرکز کنن، چون کار در گوشه گوشه از کنارهای منطقه جاغوری فعلا جریان داره. بند سنجای لومان هست، بند دهقان هست و خیلی از بندهای دیگه هست که برای رسوبگیری آب هست که آبها رو ذخیره کنن تا یک بند برق از بسازن یا برای زمین های کشاورزی. فعلا کار خیلی زیاد در سراسر منطقه جاغوری جریان داره، ولی ما گفتم بین همه کاری را که با هم شروع کردیم، مردم مجری، مردم بلومقدم، مردم بوسید، مردم قوغازار، چون ما بیشتر ایرا را نیاز داریم و شما میخواییم خواهش کنم که اگر این ویدیو را میگنی لطفا یک روزی از کار از خود خود برای کار کمک همی سرک مجری الاخجور از شایسته بشارت طریق نگیم. خلاصه شایسته بشارت امروز او اعتماد داره و ما میدونم که همه شما مثل اسمان روی او اعتماد دارین که این کار را به آخر میرسن و اعتماد او قابل قدر برای اسمان، و میخوایم از شما خواهش کنم، عاجزانه خواهش کنم که این کار را که شروع شده با هم به اتمام برسنیم. لطفا اگر توانی 50 یورو رو داری، اگر توانی 100 یورو رو داری، لطفا از تو خواهش مونم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک افغان، به عنوان یک قوم، به عنوان یک برادر از همه نزدیکتر بگیم که این کار را به این به اتمام برسنیم. لطفا قبل از اینکه زمستان برسه این کار را بخواییم تمامش کنیم و این کار را یک طرفه کنیم تا که برای سال آینده خانم بشارت ماشین از خود داشته باشه و برای پروژه های بعدی از موتری از خود استفاده کنه تا اینکه بتونه به او کار از خود رسیدگی بتونه. و شما خواهش بونم عزیزان نازنین، شماره تلفنی خانم بشارت را ما اینجا میلوم، لطفا با خانم شایسته بشارت مستقیم در ارتباط شین و اگر میخواین در یک جای اگر پول جمع آوری کنین در استرالیا یا انگلیس یا کشوری اتریش، و کشوری اتریش هم ما یک شماره یک عزیزان دیگه ای را به اسم محمد محمدی نازنین که یک جوان بسیار فعال، جوان روشن فکر و یک جوان بسیار پر استعداد و هم از طرف دیگر جوان بسیار با اعتماد بگیم که پول خود میتونیم به حساب او واریز کنیم و تمام این پول هایی که در اتریش هستن یا از آلمان میخوایم واریز کنیم یک جای کنیم پیش محمد، از اینجا یک دفعه برای شایسته بشارت روان کنیم که از طرف دیگر هم کار کمتر باشه برای شایسته، که برای یک شماره والا مثلا در بازار نره، بلکه همون پیسر یک جای جمع کنیم از طرف کشورهای اروپایی برای خانم بشارت اولا، و از طرف دیگر هم میتونیم مستقیم به شماره خانم بشارت ارتباط بگیرین و پیسی را که میخواین برایش روان کنین لطفا برایش روان کنین و این کمک را از او دریغ نکن. خواهر بشارت باعث افتخاری از ماست که امروز در افغانستان به خصوص در منطقه جاغوری شاهد خیلی از فعالیت های بزرگ و معنوی و هم مردمی بگیم، یا یک کلمه هست که در بگیم منافع کل مردم جاغوری هستیم. لطفا کمک خود را از او دریغ نکنیم و بین دست به دست هم بدیم و کمک را انجام بدیم. Thank you.